هاودی گایز، من بهنام هستم و خوش اومدید به ویدیو دیگه از چنل من. اما اگر از بازدید کنندگان جدید هستید، لطفا یکی دوتا از ویدیوهای دیگه من رو هم تماشا کنید و اگر محتوا مورد توجهتون قرار گرفت، برای حمایت و دیدن ویدیوهای بیشتر از من لطفا چنل رو سابسکرایب کنید. آموزش درست کردن زین‌ها جزء اولین ویدیوهای من در یوتیوب بود که به دلایلی مثل ضعف صدا و تایم بالای اونها تصمیم گرفتم اونها رو مجدد توی یک ویدیو براتون آماده کنم و امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. خیلی ها مشکل اینو داشتید که ترپرها رو توی نقشه نمیدیدید. باید بگم به صورت پیش‌فرض شما هر جایی از مپ رو نرفته باشید براتون محو خواهد بود. حالا اگر تو اون قسمت ها مکانهایی مثل دفتر پست و فروشگاه و حتی ترپر هم وجود داشته باشه براتون نمایش داده نخواهد شد و تنها راه چاره اینه که به اون محل‌ها نزدیک بشید تا به صورت اتوماتیک براتون به نمایش در بیان. به همین شکل اگر به هر کدوم یک از این ترپرها نزدیک بشید آیکونش روی نقشه براتون به نمایش در میاد. حالا ببینیم که برای کرافت کردن زینهای ترپر چه پیش نیازهایی وجود داره. ما به 10 پوست پرفکت مار، 1 پوست پرفکت گربه وحشی، 1 پوست پرفکت گراز، 1 پوست پرفکت تمساح، 1 پوست پرفکت خرس گریزلی یا قهوه‌ای، 1 پوست پرفکت سگ آبی و 1 پوست پرفکت پلنگ برای کرافت کردن این 7 زین زیبا و خاص احتیاج داریم. اکثر شکارها رو علاوه بر کمان میتونید با یه رایفل مثل اسپرینگفیلد و یا حتی بولت اکشن انجام بدید. همینطور رایفل وارمینت رو برای به دست آوردن پوست پرفکت سگ آبی باید داشته باشیم. پس اونا رو از گانستور بخرید و ترجیحاً روشون یه اسکوپ هم بذارید. برای شکار حیوانات گوشتخوار ممکنه به طعمه مخصوص اونها یعنی پردیتور بیت احتیاج پیدا کنیم. میتونید اونها رو از فروشگاه بخرید. همینطور میتونید لوسیونی برای پوشش بوی بدنتون از مشام حیوانات گوشتخوار رو از فروشگاه بخرید. برای به دست آوردن پوست پرفکت مار احتیاج به تیرهای اسمال گیم و کمان داریم که برای کرافت کردن اون باید تعدادی پر پرنده و فشنگ شاتگان به همراه تیر معمولی کمان رو داشته باشید. برای کرافت کردن تیرهای ارتقا یافته هم دیگه نیازی به فشنگ شاتگان نیست و فقط با تیر معمولی کمان و پر پرنده میتونید اونها رو کرافت کنید. خب اسلحه ها و کمان رو خریدیم و تیرهاش رو آماده کردیم، طعمه ها رو هم خریدیم، اما بد نیست که یه ترینکت هم داشته باشیم که شانس به دست آوردن پوست های پرفکت رو برای ما بالا بیاره. بعد از ماموریتی که با حوزه به شکار میریم، ورود به استبل ها و همینطور شکار حیوان های افسانه بازی برای ما مقدور میشه که برای به دست آوردن ترینکت مورد نیازمون باید لژندری باک رو در غربی ترین منطقه مپ پیدا و شکار کنیم. It's a pleasure. با ورود به محل لژندری باک و با بررسی و تعقیب کردن سه کلو یا همون نشونه از این حیوان اون رو پیدا و از پا در بیارید و اسکینش کنید. Here we are. Trail's been... Okay. Okay.
حالا پیش یه فنس برید و از منوی کرافت با کنتلر ترینکت رو کرافت کنید. دیگه وقت شکاره. اگر قبلا به این کلبه سر نزدید و با این خرس گریزلی تقابل نداشتید، از درب بالای اون بهش نزدیک بشید و رایفل اسپرینگفیلد و یا کمان، البته حتی مقدور با تیر ارتقا یافته رو آماده کنید، از اسب پیاده بشید و به هد اون یه تیر بزنید. لوکیشن های اسپان خرس قهوه‌ای رو میبینید، اما همون حوالی در محلی که خواهید دید میتونید با استفاده از طعمه حیوانات گوشتخوار شانستون رو برای اسپان یه خرس قهوه‌ای هم امتحان کنید. غرب نقشه یعنی سمت بیگ ولی و حوالی دریاچه آنجیلا یکی از بهترین مناطق برای اکثر شکارهای مورد نیاز ما هستش. همینجا معمولا ممکنه با خرسایی مواجه بشید که دارن تن خودشون رو با مالیدن به درخت میخارونن. و باز هم در همون منطقه شما میتونید صدای گرازها رو بشنوید. یه سه ستارش رو پیدا کنید و با کمان یا رایفل اسپرینگفیلدتون یه تیر روونه سر اون بکنید. تمساح‌ها رو در شمال سنت دنیس در حاشیه خط ریل راه آهن و قسمت‌های کم عمق آب میتونید پیدا کنید. یه سه ستارش رو پیدا کنید. بهتره که از اسبتون پیاده بشید، رایفلتون رو آماده کنید و یه تیر به پیشونی اون بزنید و اسکینش کنید. یکی از بهترین محل‌های شکار سگ آبی دریاچه آنجیلا هستش. یه سه ستارش رو پیدا کنید، رایفل وارمینتتون رو آماده کنید و قبل از اینکه بخواد برای فرار به آب بزنه، یه تیر به سرش بزنید و در نهایت اسکینش کنید. شمال غرب دریاچه آنجیلا تو همون منطقه که گراز و خرس قهوه‌ای رو دیدیم، در حین پرسه‌زنی هاتون ممکنه که گربه وحشی پیدا کنید. حتی شاید هم اون شما رو پیدا کنه. با رایفل اسپرینگفیلد و یا کمان و تیر ارتقا یافتتون یه تیراندازی خیلی سریع و صد البته تمیز رو به سر اون انجام بدید. گاهی اوقات برای اینکه متوجه بشید پوست پرفکت هست یا خیر، میبایست که اون رو اسکین کنید. Thank you.
لوکیشن های بسیار زیادی برای مارها وجود داره که خواهید دید. در حین پرسه‌زنی هاتون اسبتون به شما برای اطلاع از حضور مارها در نزدیکی شما نقش مهمی دارن. وقتی که دیدید اسبتون داره رم میکنه و توی نقشتون اون نقطه قرمز فعال شده، کمان و تیر اسمال گیمتون رو بردارید و از اسب پیاده بشید و مسیری که مار رفته رو طی کنید. از ستاره بودنش مطمئن شید، بهش نزدیک بشید تا زمانی که دور خودش حلقه بزنه و آماده نیش زدن به شما بشه. بهتره که حالت دوربین بازی رو ببرید روی اول شخص و با تیر اسمال گیم و دد آی یه تیر به سر مار بزنید. شپ جزیرایی کوچولو موچولی که تو غرب روت وجود داره و معمولا برای به دست آوردن پوست ایگوانا ممکنه به اونجا برید، میتونید تو سطح آب مار آبی پیدا کنید. دوباره کمان و تیر اسمال گیم رو آماده کنید و زمانی که مار به سطح کم عمق آب نزدیک شد، با دد آیتون به سرش تیر بزنید. بهتره که زود از اسبتون برید پایین و لاشه مار رو قبل از اینکه تو آب غرق بشه پیکاپ کنید و اسکینش کنید. اگر فرصت نکردید که کیف اینگریدینس و یا لژند آف دی ایست رو کرافت کنید، باید بگم که ظرفیت پیکاپ کردن پوست مار برای شما 5 تا هستش. اما اگر طی مسیر به سمت ترپر با مار روبرو شدید و شکارش کردید، بدون اینکه اون رو اسکین کنید پیکاپ کنید، چون شما میتونید 2 تا لاشه از مار رو به 2 طرف زین اسب خودتون آویزون کنید. شکار پلنگ و حتی گربه وحشی یا همون جگوار گاهی اوقات ممکنه براتون چالش برانگیز باشه که بیشترین چالش اون سر اسپان نشدن این حیوانات و یا اسپان شدن 1 ستاره و 2 ستاره های اون هستش. این کار رو برای شکار پلنگ و گربه وحشی و حتی در مواقعی خرس گریزلی یا همون خرس قهوه‌ای میتونید انجام بدید. نزدیکی محل اسپان اونها یه سیو بزنید و بعد وارد محدوده اونها برای تله‌گذاری و یا پرسه‌زنی برای پیدا کردن اونها بشید. بهترین محل برای طعمه گذاری و اسپان پلنگ روبروی این چند تخت سنگ بزرگ هستش. فریدریتور بیت رو جای مناسبی قرار بدید و میتونید از یک لوسیون پوشش بوی بدن هم استفاده کنید. از اون محل فاصله بگیرید، میتونید پشت تخت سنگی که کنار جاده هست پناه بگیرید. اما اگر بعد از چند دقیقه پلنگ اسپان نشود، خالی از لطف نیست که یه پرسه خیلی کوچولی داخل اون فضای جنگلی بزنید. ممکنه باهاش روبرو بشید، اما اگر فایده ای نداشت دوباره سیوتون رو لود کنید.
برای من به شخصه اینجوری پیش نیامده بود که وقتی دارم تومه میذارم پرنگ اینجوری بیاد بالا سرم. اما خب از فرصت استفاده کردم و بهش شلیک کردم، اما خب سه ستاره نبود. دوباره شانسم رو با لود کردن سیو امتحان کردم و دوباره سورپرایز شدم و اتفاقا ماحصلش یک بوست پرفکت پلنگ شد. اما به این شکار اکتفا نمی کنم و اسپان شدن یه پلنگ با تومه رو بهتون نشون دادم. زمان فروش همه پوست‌های پرفکتی که به دست آوردیم هستش و اونها رو به ترپر میفروشیم تا بتونیم زین‌ها رو از منوی مربوط به خرید کرافت کنیم. بعد از کرافت کردن هر کدوم میتونید به استبل ها برید و از قسمت اکویپمنت وارد بخش سدلز و از پیرچرست سدلز زین های کرافت شده رو فعال کنید. همونطور که میبینید هر کدوم از این زین ها نسبت به همدیگه بازدهی های متفاوتی دارن که باید بگم بهترین و پربازده ترین اونها زین پوست پلنگ هستش. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. امیدوارم که کاربردی و مورد توجهتون قرار گرفته باشه، که اگر اینطور هستش لطفاً لایکش کنید و اگر از بازدیدکننده های جدید هستید و محتوا رو دوست داشتید بزن دکمه لایک و سابسکرایب رو. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار همه ردبازهای عزیز.